هر جای افغانستان و تا از خارج کشور مردم برای بازدید از این زیارت می آیند. نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت همه شما بیننده عزیز و ارجمند، خوش آمدین به چینل یوتیوب سلیم مقیمی. امروز آمدیم به آرامگاه شاهزادگان یا زیارت شاهزاده ها که در واقع از مکانهایی که بسیار معروف در ولایت هرات و اینجی بزرگوارانی از سالیان سال میشه که آرامیدن و در واقع از هر جای افغانستان و تا از خارج کشور مردم برای بازدید از این زیارت می آیند. در ادامه با ما همراه باشین، میریم تصاویری از داخل آرامگاه شاهزادگان می بینیم و بیشتر در این مورد معلومات. شاهزاده عبدالله ابن معاویه ابن عبدالله ابن جعفر طیار اکابر و اقطاب در علم ظاهر و باطن سرآمد روزگار بود. نظر به تبلیغ دینی و نقش ارزندهش سرانجام مجبور به اجرت به سوی بیرجند شد. در اخیر نظر به خواهش مکارنه شیبل ابن تعمان به هرات برگشتند و به اساس دستور ابو مسلم مروزی توسط شیبل به شهادت رسیدند و سر مبارکشان به ابو مسلم فرستاده شد. در سال 134 هجری شیبل به مریضی عظیمی دچار شد و مرد. آوردند که در هر جا مدفون می کردنش خاک او را قبول نمی کرد و سرانجام در پایین مزار شاهزاده شهید مدفونش کردند. دوستای عزیز، در کنار مردی آمدیم که بیش از 20 سال میشه که در این زیارت حضور دارن، عبادت میکنن و همچنان مراقبت میکنن و نکته خیلی جالب اینه که 104 سال خداوند بزرگ برای نو عمر داده که ما بازم از خدا میخواییم که عمر طولانی تر برای نو بده. مونده نباشیم ببو جان. خوبین، اسم شما چیه؟ امیر محمد. امیر محمد، گفتیم که دیگه نمایم بس. ها دیگه، اجل چه آمد بدانی مام نیه بدانی تو نیه. خواه اجل نرسیده تا نه. خدا من عمر طولانی بشم.
نه کوی تو کاره. حالا خسته شدیم از زندگی. نه خسته میشیم. در همین قرآن میگوید تو را همین تو زیب پیدا از مادر میکنم. ای تو نی را میتانی نی ای طرف نی ای طرف. با تو را حرکت میتیم. خوب حرکت تا چند سال میتیم. تا 40 سال تو را تکمیل میکنم از عقل از جانی تو. پس از آن آنی تو را پس امو تبلیغ جرو میکنم. با دیگه چی میکنم؟ در قرآن میگوید. درسته. در مورد زیارت شاهزاده ها برای ما کمی معلومات بدیم که چرا به این نام یاد میشه؟ امی شاهزاده عبدالله بچه ماویه، ماویه بچه عبدالله، عبدالله بچه جعفری تیار، جعفری تیار، جعفر اسمش بود. آنی اردو داشتش به غذا بچه شد مرد. رسول الله علیه السلام شو خوف دید که جعفر در جنت بال میزنه، تیار همی مرغه را میگوید، مرغ که بال داره. خوب آنی سرسو به اصاب و یارا گفت که جعفر را دیدم به جنت بال میزد، ای جعفری تیار است، ای برنماسه جعفر است، جعفری تیار از مدینه منوره اجرت کرده به ایران آمده. از ایران همونجا در جنگ میگوید. ابو مسلم پادشاهی بود. اینا 2 نفر بود. یکی حسین غوری میگوید به پشت از زیارت است. استاد عبدالله هم است. یعنی ای را امو ابو مسلم رو کرده به امی ایرات. او منطقه ایران است. این ایراد رو کرده. این مقصد چی بود؟ مقصد ایلال که همی شاهزاده ای هم سعادت است، هم اجرت خیلی ثواب داره. رسول علیه السلام اجرت کرد از کعبه معزنه به مدینه منوره از دست قومی خود. خب این ثواب داره، یکی جهاد ثواب داره، یکی اجرت، یکی شهادت. ای دامو چوب با یک مریضی میکرد، یا چهل یا کور یا دیوانه، خدا خوب میکرد. پامیری امی شبیل امی خود مردم شما چه قوم هستیم؟ انسان ما. نه انسان با قومی خورا توضیح کن. انسان ام دیگه. اخو انسان همه از کافرم انسان است. برای ما قومیت مهم نیه. نه هستم. نیه مهم. آن میگوی نه. خب حالا بگذاریم از قومی. خوب ادامه بدیم. خواست برای همین گپ میزنیم که همین شبیل شیعه است. فهمیدی؟ همین خود شیعه ها میگوی همین را که به همون چیز میره و سرک همون طرف قبله همین جی تای خانه است، زنایه به میکر همین آدم این خدمتگار عبدالله است. فهمیدی؟ همین آدم کلان یک وقتی همین آدم که خدمت کلان میکنه اون به دعانی از اون میکنه گفت صاحب بریم امروز همینجا قوی ما مریض است. فهمیدی؟ مریض است بسر همین بخوانیم که همین جور شد. این چه خبره؟ تا خدا خورا خبر نکنه یک انسانی که همینجا خطر داره. اجل که آمد دیگه خطر مطر همه گم میشه. خوب؟ یعنی برای گفته ای را آورده 10 نفر و 1 نفر چی میکنه؟ 10 نفر قوچاق. عبدالله را سر بریده. سرش با ابو مسلم بپریست. رو کرده. سر اونجه تنش عبدالله امیه. فهمیدی؟ یعنی امو شبیل خدا به مرض گرفتار کرد. امو شبیل. مرد. هر جا که دفن میکرد به زمین پس خاک پرتاب میکرد. با آورد به زیر پای عبدالله اونجا نوشته است. اون نوشته را بخون. فهمیدی؟ یعنی اینجا همین شبیل قرار گرفت دوزخ می سوزه عبدالله سج میکنه. یعنی این نقل جارت داستانی به این شکل بود. درسته. چند سال قدامت داره؟ می فهمیم که چند سال میشه که امی تاریخ و امی روایت که شما گفتیم اتفاق افتاده و خود امی بنای تاریخی شده دیگه. چند سال میشه از این؟ بایزیدی بستانی بشنویدی؟ امی که اینجا شهید شد امی مخدره با یزید بستانی بالای جور کرد. می فهمی یا نه؟ بس امی بس برو امو نوشته بخون. نوشته بخون. شما نمی فهمیم چند سال بیاد شما نمونده چند سال میشه؟ نه دیگه آن نوشته هست که امی او را سر بریده. نوشته هم می خونم. خب
گفتیم 20 سال میشه که به این جگاهیم. بله. در این 20 سال تنها بودیم؟ نه. فامیل هم بودم؟ فامیل این جنا بودم و دیگه جا بودم. درسته. تشکر از شما. موفق. شما هم تشکر. دوستای عزیز، در کنار یکتون از همشهریان خود هستیم که به اینجا به زیارت آمدن. سلام لالا، وقت شما به خیر، معرفی بکنه. به نام خدا و عرض سلام، محمد نعیم علی کوزه هستم، یکتن از باشندگان ولایت هرات. بسیار خوب. آقای علی کوزه، از آرامگاه های هرات برای ما بگیم، هفته چند بار به زیارت شاهزاده ها میاییم؟ هفته 3 دفعه الا 4 دفعه ما به زیارت ها میاییم، طوری که شما در جریان هستیم که آرامگاه شاهزاده عبدالله و شاهزاده قاسم است در ولایت هرات. بسیار خوب. دیگه به کدام زیارت ها در ولایت هرات میریم و آرامگاه هایی که هست؟ چون هرات شهر اولیا هست و به هر طرف که میبینیم که یک بزرگوار اونجی آرامگاه اینا. دیگه به آرامگاه خواجه عبدالله انصاری، مولانا عبدالرحمن جمی، دیگه به همین آرامگاه میرم. و درسته. خوشبختانه که دوستای عزیز، در چند سال اخیر اینا مرمت و بازسازی شده و چقدر نیازه که وقتی همشهریان ما به همچین جاهایی میآیند، فرهنگ را رعایت کنند. ما هر از گاهی میبینیم که بر روی دیوار یادگاری نوشته میکنند یا آشغالار میندازند. از لحاظ شریعت هم اگه شما ببینی مشکل داره، نباید نوشته کنیم بالای مرقد یا برای اینجا نباید نوشته کنیم. دیگه نباید نوشته کنیم. تشکر از شما. موفق. تشکر. دوستان عزیز، در این ساحه درویشان و ملنگانی هم هستند که معمولا روزها و ساعتها به اینجا می باشند. سلام کاکا جان، مونده نباشیم. اسم شما چیه؟ اسم عبدالغنی. عبدالغدیر. چند وقت میشه که به این زیارت می باشیم؟ اقلا یک 3 سال، 3.5 سال باشیم. چقدر معلومات داریم در مورد شاهزاده؟ معلوماتی خوشی داریم. ملنگ مقصد آرامی یا غریری داریم. کمک چیزی هم میشه؟ نه، کمک بگوی که کسی کمک بده ای تو یک روپیه دو روپیه آی برسی یا نرسی، مقصد مشکلات رو بزنی. چه کار میکنیم خود شما اینجا در قسمت صفاکری اینا؟ بله، جرجاری میکنیم انشالله. اونی که دست ما بیایی پای ما فلج بله ها مترزد بله ها. بسیار تشکر. سلام، مونده نباشیم. خوبیم؟ هشتنم. خوبیم جان شما جوره. شیم. اسم شما چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من بنده بسیر احمد ولد غلام سیخی از مارابات فعلا به شهر هرات نشست. من به شهر هرات دروازی ایران من ملنگم میاییم گاهی به می زیاره شاهزاده. همیشه میاییم اینجا گشته ایم شاهزادگان که پسر شاهزادگان که بچکاکاین هم پشت سر شاهزاده قاسم اینا، شاهزاده عبدالله پسر ابوتی فکر من برفت. خب اولاد صحابه گرام هم برازده حضرت علی رضی الله تعالی عنه. درسته. شما چشما شما چی مشکل داره؟ برای شما اتفاق افتاده؟ بله، از ضربه خوردم، از بالخانه بفتادم روی بوم با بفتادم، تاثیر فعلا از دو طبق افتادم. مدت 6 سال میشه نابینایم، مطلق هیچ چی نمیبینم. نمیبینی؟ نه.
باز به مو خاطر شاید کارم به شما پیدا نشده باشه بیامدیم برم به پیدا نشده نمیدید اگر مسلمان ها یک کمک چیزی که اگر بکنم نمیده بزرگار مبامی غریبانه و ملنگانه تیر میشه بله ها مشکلات زندگی هم شاید زیاد دارم خیلی مشکلات زندگی فعلا زیاد دارم چند اولاد دارم؟ 7 دون اولاد دارم 3 پسر 4 دختر درسته اونا هم کار میکنن؟ بچه کلون من 12 ساله بمی بخشی مصطفی شاگردم هست مکتبم صنف 4 اول نمره هم هست خب به درس و تعلیم هم پیش رفته دیگه بچه هم از 12 به پیینه بله مثل 10 ساله 8 ساله 7 ساله 6 ساله 4 ساله نمیده درسته از این بگیم که شما به اینجی میایم مردم هم کری هم میکنن کسایی که به زیارت میاین نگه روزانه که میام 50 روپی یا 100 روپی یا 60 روپی پول گیر میایم یک سه چهار تای نون گیر میایم همون هم تر روزگار خوب حتی خدا من میچلانه دیگه میسازم یک شای نون چایی یا بروتی اشکانی درسته تشکر از شما خیلی ببخیم یک شیریم به ناشان شیر؟ عالیه بخونه عالیه از چلی چشمه بریزد بر مزارم آبی سر تا عجایب ها ببیند اهل دنیا چی کرد هم از این بقعه مرا بهر خدا بیرون کنید فوق پشت تحت برجی شیخ علی مدفون کنید مردم و اولاد دولت با مای ملا احمد با ادب بیرون نمایید جسم من را از لحد از شمال و جنوب خلق را سازید خبر تا که ببیند مرا پیر و جوان با چشمی سر گنبدی سبز و سازید از برای احترام تا که گردد مستقینا در مزارم خاص و امگوی چغزی بسازید با چل دیکی قلور که تا نوشی جان نماید شل و لنگ و گنگ و کور فیض و بخشم باری هر کس از روی ملا سخی چون که او عالم بود و هم صوفی و هم متقی بسیار زیبا دیگه هم شعر بلد دیگه فکر ببینن نه اون دوست به فکر زیبا بلد باز انشالله خیر باشم تشکر از بینندگان عزیز و ارجمند تشکر که با ما همراه بودین و گزارش ما رو دنبال کردین از این کانال التماس دعا داریم و برای همگی دعای خیر کردیم امروز در جوار آرامگاه ای دوستان خدا شما رو به خدای پاک میسپارم در هر جای دنیا که هستین الهی که به مراد دل خوب برسیم وقت شما خوش خدا نگهدار